بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز داستانی از صحابیات رو میخواییم با هم دیگه بخونیم، از زنان صحابه به عبارتی، از شخصیت هایی که در جامعه ما متاسفانه این تصاویر پنهان مونده. بله، ایشون کسی نیست جز رمله، دختر ابو سفیان. رمله که اسمش ابو ام حبیبه هست، میگن خدا و رسول رو بر غیر هر آنچه که هست در این دنیا برگزید و اکراه داشت از اینکه بخواد دوباره برگرده و اسلام رو رها بکنه، همچنان که یک انسانی دوست داره، که یعنی میترسه از اینکه در آتش بیفته به عبارتی. یعنی اینقدر یعنی وحشت داشت که مبادا خدایی نکرده دچار حالتی بشه که حقیقت دین رو از دست بده، و تمام وجود خودش رو برای خدا و رسول قرار داده بود. این مطلبی که مورخان در مورد ایشون مطرح کردن. هیچ کس شاید به فکرش هم نرسه چگونه میشه که ابو سفیان ابن حرب، کسی که یکی از رهبران قریش هست در قدرت و در سلطه و در همه چی که در مکه وجود داره و از دشمنان سرسخت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اسلام هست، یه دفعه از درون این خانه شخصی بیرون بیاد، اونم در اون زمان، نه حال قبل زمان فتح مکه، در ابتدای اسلام، بیاد این دین رو بپذیره. بله، دخترش رمله، دختر ایشون رمله که معروف به ام حبیبه هست. این ام حبیبه تمام این فکر و خیالی رو که ما در تاریخ میبینیم یه دفعه میبینیم همه رو به هم ریخته، همه چی رو از کنار زده. یه دفعه میبینیم از درون این خانه ام حبیبه مسلمان میشه و همسرش مسلمان میشن و آیین آبا و اجدادی خودشون رو رها میکنن، شرک و خرافاتی رو که قریش برش به قول معروف باش زندگی کرده بود، انس گرفته بود، رها میکنه اون قدرت و اون شوکت رو، رها میکنه اون پیوندهای عصبی و جاهلی قومی رو، رها میکنه و اسلام رو میپذیره. و اسلام چنان در قلب ایشون جای میگیره که انسان نمیتونه فکر بکنه چگونه هست. ابو سفیان و قریش در شگفتی فرو رفتن که چه باید کرد. ابو سفیان خیلی تلاش کرد که کاری بکنه که بتونه این رمله یا ام حبیبه رو از اسلام منصرفش بکنه و این رو برگردونه، اما نتونست. نه ابا سفیان و نه خانواده، هیچ کسی که نتونست کاری رو با رمله انجام بده و اون رو تحت شرایطی قرار بده که این حقیقت رو به قول معروف بپوشونن و انکار بکنن یا حتی تقیه کنن به قول اصطلاح امروزی ما. و قریشیان مکه هم وقتی دیدن ابو سفیان در برابر دختر خودش ام حبیبه ناتوان شده، اینجا بود که دیگه اونها هم دست به دست هم دادن تا بدترین شرایط رو برای ام حبیبه و شوهرش فراهم بکنن و در یک شرایط خیلی سخت و ناگواری اونها رو قرار داده بودن. از هر طرف، قوم، قبیله، آشنا، فامیل، همه در یک شرایط روانی، شرایط اجتماعی و حتی از نظر فیزیکی اجتماعی، یعنی اونها رو در مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار میدادن. خب براشون خیلی سخت بود در درون یک چنین مثلا جاه و جلالی دخترش مثلا میبینیم مسلمان شده، تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد مسلمان ها که خب الان یه بخشیتون برید از این شرایط، هجرت کنید، برید به حبشه کنار نجاشی قرار بگیرید، نجاشی شما رو حمایت خواهد کرد. ام حبیبه هم با همسرش که عبیدالله ابن جحش بود، با عبیدالله ابن جحش رفتند و به حبشه در بالاخره این کاروان مهاجران همراه شدند و خودشون رو نجات دادند و به حبشه رفتند. ابو سفیان که ماجرا رو اینجوری دید و بزرگان قریش که این گونه دیدن، همونجوری که خودتون هم میدونید، بالاخره تعدادی رو از نماینده فرستادن برای خودشون در اون سرزمین حبشه که برن با اون پادشاه حبشه نجاشی صحبت بکنن تا راضی بکنن اینها رو برگردونن و اونها رو تسلیم بکنن. و خب داستان رو میدونید که دیگه امرؤاس اونجا رفت چه گفت و اینا در مورد حضرت مریم چه میگن و چگونه است. نجاشی هم اونها رو خواست و بالاخره بزرگان مهاجران رو گفت بیان اونایی که حضور داشتن، بیا ببینید شما چی شد، قرآن شما در مورد مریم علیها السلام چه میگه. و اینا هم بالاخره در حقیقت اسلام رو برای نجاشی تعریف کردن و گفتن آیات الهی در مورد مریم علیه السلام این چنین میگه، این چنین میگه. داستان رو شنیدید که دیگه نجاشی میگن اشک از چشمانش سرازیر شد و گفتش که عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم هر دو از یک منبع نور
سرچشمه میگیرن و از یک جا این حقیقت رو گرفتن و نجاشی مسلمان شد و شرک و خرافات و تثلیث و همه اینها رو رها کرد، هرچند که اون اسقف ها و اون کشیش هایی که اطرافش بودن اینو نپذیرفتن، خیلی هم انکار کردن، مخالفت کردن، اما نجاشی اسلام رو پذیرفت و مسلمانان رو حمایت کرد. اما داستان ما تازه از اینجا شروع میشه. حالا که ام حبیبه با همسر خودش عبیدالله ابن جحش در بالاخره حبشه جای گرفتن، نجاشی هم که مسلمان شده شرایط هم خیلی خوب بود و بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم دیگه حالا هجرت کرده بودن، اومده بودن به مدینه، خب تعدادی از مسلمان ها داشتن در اینجا زندگی میکردن. اما آزمایش جدیدی به سراغ ام حبیبه اومد. این چه آزمایشیه؟ این چه شرایطیه که حالا که در امن و امان و آسایش هستن این گونه میشه؟ خب سرزمین، سرزمین نصارا هست، به اصطلاح امروز میگن مسیحی یا سرزمین نصارا بود. این آرامش همینجوری ادامه پیدا نکرد تا اینکه شرایط به گونه ای شد که قد در این آزمایش سخت قرار گرفت. آزمایشی که کم افرادی که واقعا اگه در چنین شرایطی قرار بگیرن میتونن نجات پیدا کنن. میگن در یک شبی که ام حبیبه خوابیده بود، در خواب دید که همسرش عبیدالله ابن جحش در یک دریای مواجی قرار گرفته، تاریکی هم همه جا رو گرفته، موج روی موج میاد و حالتش خیلی خرابه، خیلی وضعیتش به هم ریخته. ام حبیبه از خواب پرید، پریشان، نگران، خدایا چی شده؟ متاسفانه زیاد از این خواب نگذشت تا اینکه اون چرا که در خواب دیده بود اتفاق افتاد. اون هم این بود که عبیدالله ابن جحش اسلام رو رها کرد، رفت در آیین نصرانیت. حالا خب زمانی بود که دیگه مسلمانان براشون شراب و اینا حرام شده بود و منظور شراب از همون خمر یا اون نوشیدنی که افراد رو سکرآور هست. و صبح تا شب میرفت در این مغازه های به قول معروف مشروب فروشی این ور اون ور و سرگرم این بود و اسلام رها کرده بود و در دنیای دیگری خودش غرق کرده بود و اصطلاحا میگن به اصطلاح امروزی الکلی شده بود و وضعیت بسیار نابسامانی. و اون خواب تلخی که اینجا ام حبیبی دیده بود، اون خواب به واقعیت پیوست. نمیدونست چی کار بکنه. همسرش روش بهش کرد، عبیدالله ابن جحش، گفت نگاه کن. خب میام دیگه، شرایط خیلی مست و لایعقلی هم پیدا کرده بود، میومد میگفت تو رو دوراه داری، یا اسلام رها میکنی یا اگر اسلام رها نمیکنی من تو رو ول میکنم، طلاق میدم. خب اما حبیبه دو وضعیت داشت، واسش وضعیت خاص دیگه هم پدید اومد، اینی که برگرده بری پیش پدر خودش، بری پیش ابو سفیان. آیا این برگرده بری پیش ابو سفیان بره دوباره مشرک بشه؟ خب این نمیشه. بیاد مثل خاطر شوهرش بیاد آینه نصرانیت رو بپذیره و مرتد بشه و این حقیقتی که از اسلام فهمیده به عنوان دین آخر زمان، این هم میدید براش نمیشه. جواب آخرت رو چیکار بکنه؟ هیچ راه دیگری براش نمونده بود. اگر این حتی بهش میگفتن بدترین شکنجه ها رو بیا تحمل بکن، به اصطلاح نویسنده های عربی میگن بیا با شانه های آهنین گوشهاش رو تکه پاره بکنن، قابل تحمل بود. اما چه باید میکرد؟ راه دیگری براش نبوده بود. آخر این الان در این سرزمین نه خانواده داره، نه فامیل داره، هیچ کس رو نداره. این بود که رضای الله رب العالمین رو برگزید و گفت در همین حبشه میمونم و تن داد و از شوهرش جدا شد. بالاخره شرایط این گونه نمونده، زمان گذشت. البته یک نکته ای رو فراموش نکنید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم درسته که در مکه بودند یا در مدینه، اما هیچ وقت یاران خودشون رو فراموش نمی کردن. هر جا که یارانشون در هر کجا بودن سعی می کردن احوال و حالات اونها رو بپرسن، در چه وضعیتی هستن، در چه شرایطی هستن. دقیقا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم متوجه شده بود، بهشون خبر رسیده بود که چه اتفاقی برای ام حبیبه افتاده، رمله بنت ابی سفیان. در یک چنین شرایطی پیامبر نماینده ای رو فرستاد به نزد نجاشی. حالا زمانی که بالاخره اون زمان عده و اینها بگذره که برای خواستگاری بود، که اینجا زیاد طول نکشید که داستان عوض شد. صحنه خوشبختی و شادمانی اینجا دوباره به زندگی کی اومد؟ به زندگی رمله اومد. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم
نماینده ای رو پیش نجاشی فرستاد و از اون خواست که رمله بنت ابی سفیان یا همین ام حبیبه رو براش خواستگاری کنه. یه روز صبح که بود، ام حبیبه دید در خونش در میزنن، رفت در رو باز کرد، دید اون خدمتکاری که حالا اونجا بهش اون موقع میگفتن ابرهه، یک خادمه، یک زن خدمتکاری که بود اونجا که خدمتکار خاص نجاشی بود، دم در خونه بود. اومد با ادب و احترام گفتش که میخوام اجازه میدید بیام داخل؟ گفت بفرما. بعد وقتی که این اومد اونجا گفت پادشاه منو فرستاده، به شما سلام رسونده، تا بالاخره از شما حال احوالتون رو پرسیده، بعد گفته که محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم شما رو برای خودش خواستگاری کرده. خب و یک نامه ای هم میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستاده که و ایشون رو وکالت داده که از جانب خودش ایشون رو شما رو برای ایشون چیکار کنه، عقد بکنه برای پیامبر خدا، و حالا هر جور خود شما سلام میدونید اختیار با خود شماست. ام حبیبه دیگه نگو شادمانی تمام سر و وجودش رو گرفته بود و بالاخره صدا فریاد زد که خداوند به تو بشارت به خیر بده، خداوند به تو بشارت به خیر بده. میگه هرچه جواهرالاتی که داشت با خودش همه رو از گردنبند و دستبند و مغال خلخال هم میگفتن همه اینا رو باز کرد و به این ابرهه خدمتکار کی داد؟ نجاشی داد. و گفت اگه من گنج‌های دنیا رو امروز داشتم میدادم به تو به خاطر این خوشخبری که تو به من دادی. حالا داستان رو تا همینجا داشته باشید، ادامه داستان رو انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد. خدایا رو نگهدارتون.